تاکسی آنلاین که میگیری، اسنپ که میگیری، ماشین میاد. وقتی که میخوای سوار بشی یهو دور میزنه و میره. مشکل نوزم همینه. تا میخوای رابطه رو شروع کنی یا وسط کار شل میشه. نگران نباش. توی این ویدیو میخوام بهت بگم که چجوری راننده رو مجبور کنی همونجا بمونه. جایی نره. وسط رابطه، وسط کار مثل تایر پنچر میشی. این موضوع بچه‌ها تو جامعه ما خیلی کمتر دربارش صحبت میشه، اما من میخوام باهاتون راحت و بدون پرده در موردش صحبت کنم، بگم چیکار کنین. بیشتر آقایون اشتباه فکر میکنن و تصورشون اینه که این مشکل روانیه یا فقط به خاطر استرس و فشارهای روزمره است، ولی واقعیت اینه که نداشتن نوز میتونه به خاطر نارساییهای عروقی، تغذیه غلط و خواب ناکافی باشه. کمبود ویتامین د خیلی موثره. مشکلات عروقی، نعوز به شدت به جریان خونت وابسته است. یه رگای خونی خوب کار نکنن یا عروق تنگ بشه، خون به آلت تناسلیت نمیرسه. همینه که مشکل پیش بیاد. یه سری بیماری‌ها مثل فشار خون بالا یا گرفتگی عروق میتونن این مشکل رو ایجاد کنن. براتون خیلی جالبه که بدونین 70% از کسایی که مشکل نوز دارن به یه نحوی مشکلات عروقی هم دارن. بدنمون خیلی حساب کتاب داره ها، حتی وقتی حواسمون بهش نیست. ولی این یکی مورد واقعا عجیب غریبه، اما حقیقت کمبود ویتامین دی و B12. یه سری املاح مثل منیزیم هم میتونه رو عملکرد نوز تاثیر بذارن. مثلا یکیشون که ویتامین دیه، کمبودش تو آقایون ایرانی خیلی زیاده، باعث کم شدن تستوسترون و ضعف عضلات کف لگن میشه. این ضعیفی عضلات نهایتاً چی میشه؟ باعث میشه که توانایی نوز به طور کامل اتفاق نیفته. خیلی وقتا موقعی که آقایون به مشکل نوز بر میخونن، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که حتما یه مشکل روحی دارم ها، یا الان استرس دارم به خاطر اونه. اینا میتونن علت باشن، ولی ماجرا خیلی پیچیده تر از این حرف هست. گوش بده، بدنمون یه شبکه پیچیده از رگا و عروقه که مسئول خونرسانی به همه بخشای بدنه. حالا وقتی این عروق درست کار نکنن، گفتم خون کافی به اندامه نمیرسه. مثل این میمونه که یه لوله آب داشته باشیم ولی تو مسیرش کلی مانع باشه. خب وقتی خون به اندازه کافی به آلت نرسه، طبیعیه که نوز نداشته باشه دیگه، درسته؟ نارسایی عروقی بیشتر تو کسایی که دیابت و فشار خون بالا یا کلسترول بالا دارن دیده میشه. خودت باید الان متوجه بشی دیگه، بهترین پزشکت، بهترین حکیم خودتی برای خودت. دقیقا مثل این میمونه که بخوای وسط راه اتوبان یه کامیون پر از خاک بپره جلوت و نتونی رد بشی. از قدیم گفتن هر چی بخوری همون میشی. این واقعا درسته. مواد غذایی که مصرف میکنی مستقیم رو عملکرد بدن تأثیر داره. اگه رژیم غذاییت پر از چربی های مضر، مواد قندی، نشسته ای باشه، هم قلبت به مشکل برمیخوره، هم عملکرد جنسی. یه سری تحقیقات انجام دادن غذایی مثل قندهای مصنوعی یا غذایی فراوری شده باعث، خوب گوش کن، باعث کاهش تولید هورمونای جنسی و ضعیف شدن کیفیت نوز میشه. از اگه اهل پیتزا نوشابه‌ای، یادت باشه که شاید همین پیتزاها باعث بشن که اون وقت حساس بدنت باهات همکاری نکنه. بچه‌ها اگه ویدیو براتون جالب بود، حتما یه لایک بزنین تا بفهمم بیشتر از این دست محتواها دوست دارین دوباره براتون بسازم. کامنت هم برام بنویسین، هر سوالی دارین 0 تا 100 رو براتون توضیح میدم. راه حل خفن و درجه یک و موثر براتون آوردم که شاید تا حالا جایی نشنیده باشین. ترکیبو تو خیلی از کتابای طب سنتی بهش اشاره کردن، بهش میگن معجون قدرت. در وقتا ضعف تو نوز به خاطر کمبود انرژی و ضعف عمومی بدنه. بدنم مثل باتری شارژ میخواد، درسته؟ این معجون دقیقا همون شارژر بدنه که وقتی صبح یا شب استفاده کنی، به مرور زمان میبینی که قدرت بدنت چطور برمیگرده، انرژی چند برابر میشه. بعضی از مواد غذایی با اینکه ظاهرشون ساده است، ولی تو تقویت قوای جنسی و بهبود جریان خون خیلی موثرن، نقششون خیلی زیاده. این معجون هم جریان خون افزایش میده توی بدن، هم بهبود گردش خون توی اندام تناسلیت، حتی هورمونای جنسی هم تقویت میکنه، باعث میشه اون توانایی و انرژی که دنبالش بودی و دوباره
به دست بیاری. و چرا این ترکیب خاصه؟ چون هر کدوم از موادی که توش استفاده میشه از قدیم برای تقویت قوای بدنی و جنسی توصیه میشدن، حتی میل جنسی هم بالا میبره. حس میشه که تو اون لحظه حساس رابطه اگه استرس و استرابام داری، این ترکیب اون استرس رو سرکوب کنه. مواد لازم چیا لازم داری؟ اولیش خرماست، یه انرژیزای طبیعی بی نظیر، درجه یک. مغز گردو پر از اسیدای چرب اومگا 3. پودر هل که هم گردشون رو بهبود میده هم هورمونا رو تنظیم میکنه. 5 تا خرمه کوچیکو به اندازه ریز خورد میکنی، 2 تا مغز گردو رو باز ریز میکنی، به خرمه اضافه میکنی، یه قاشق چایخوری هم پودر هل، هل سبز و سفید نه، به مواد قوی اضافه میکنی، خوب مخلوط میکنی. نیم ساعت قبل صبحونه یا 2 ساعت بعد شام باید بخوری، این زمان مصرفشه. یه نکته مهم، این معجون هر روز باید 1 ماه پشت سر هم استفاده کنی تا اثر فوق‌العاده‌شو ببینی. یادت باشه این یه شارژر قوی برای بدنته که نه تنها بهت انرژی میده، بلکه باعث میشه که مثل یه جوان 20 ساله سرحال باشی. پایین گل، اگه بعضی وقت حس میکنین که موتورتون مثل روزای اوج کار نمیکنه، نگران نباشین. این ویدیو همون آچار فرانسه‌ای که دوباره تو رو از صفر تا صد میرسونه، میندازه تو جاده. بعد این دیگه لازم نیست هرس بخوری یا خجالت بکشی. یادت باشه که هر ماشینی یه روزی تعمیرات اساسی لازم داره، ولی مهم اینه که وقتی برگشت دوباره مثل روز اولش بشه. با خیال راحت این ویدیو رو ببین، یه بار دیگه هم ببین از اول، و هر کیم که رسیدی بگو داداش از این به بعد من ماشین 0 کیلومترم، مشکل فقط از جاده است که صاف نیست.